بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و سلام خدمت عزیزانی که میبینمشون و گرامیانی که نمیبینمشون و اونها که در زوم هستند و آنها که احتمالاً بعداً میشنوند. این سلام همراه تبریک عید بزرگی است، عید قدیر خم 1390 سال پیش، عمری به اصطلاح بلند داره، عیدی تاریخی است و پیرامون مسئله است که به تواتر بین جوامع اسلامی و فرقه اسلامی با هر نام و نشانی که امروز هستند مسئله آمده است. پیرامونش خیلی بحث انجام شده و در واقع این عید یکی از پایه‌های محکم به اصطلاح دو دسته شدن شیعه و سنی است که اون رو انشالله اشاره بهش خواهم کرد. به هر جهت برای همه روز مهمی است، برای شیعیان هم فعلا چنین است که بزرگترین عید حساب میشه، یعنی به اصطلاح شما میدانید و میبینید که عید قدیر خم چقدر از انقلاب چه بعد از انقلاب از نظر در و دیوار نسبت بهش حساسیت ویژه‌ای بود. حالا این جنبه مثبت داره، جنبه مثبت نداره و اصولا بحث امشب رو من به انصاف شنوندگان عزیز گذاشتم، اینو باید آخر سر خودشون قضاوت کنن. اما برای اینکه قضاوت در یک فضای مناسبی باشه، انصاف در یک فضای مناسبی باشه، من اجازه میخوام که یک نگاهی به وضعیت مسئله از نظر تاریخی ابتدا داشته باشم و بعد پروسه تحولات تاریخیش رو تا اونجایی که جلسه اجازه میده عرض کنم. اون چی تو این جلسه برای مهمه اینه که بتونم فرصت کنم که مشترکات اعتقادی و کلامی مسلمان ها در هر فرقه ای که امروز هستند و بهشون توجه داریم، یعنی اسکول های مختلف سنی و شیعی، میخوام مشترکاتشون رو ببینم چیست و بیشتر نظر من تکیه بر اون مشترکات هست. به هر جهت برای اینکه من یک نگاهی به اندازه تاریخی نگاهی به مسئله کنم، خوبه که از اینجا شروع کنم که در به اصطلاح مهاجه های شیعی و برخورد تاریخی شیعه، بزرگان شیعه در طول تاریخ به خصوص از قرن چهارم و پنجم به بعد، پیرامون مسئله قدیر به اصطلاح واقعه قدیر به چند آیه اشاره شده، عمدتاً به دو آیه، به تکمیل اونها به آیه سوم. این آیات از سوره مائده است. سوره مائده از نظر مسائل اخلاقی اجتماعی و آنچه که از جامعه مسلمان ها توقع میره، چه از نظر کلامی و اعتقادی چه از نظر اخلاقی و اجتماعی، تو این سوره خیلی نکات جالبی تصریح شده و آماده است. و اصلا سوره با یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود شروع میشه، از همینجا نشون داده میشه که اینجا مسئله رفتار اجتماعی مسلمان هاست که انشالله یه موقعی به جاست که اصلا این سوره تفسیر شه. اما به هر جهت به بحث امشب ما، تو آیه سوم اولا این رو بگم که این سوره بعد از صلح حدیبیه سال ششم نازل شده. حالا بحث اختلاف هفتم، هشتم، نهم، ولی به هر جهت چون احکام حج رو هم گفت تو این بیان کردن و چون قرار بوده طبق صلح حدیبیه مسلمان ها
بتوانن از سال بعد یعنی از سال هفتم به عمره برن و یه چند روزی اونجا باشن و به اصطلاح یا آزاد بودن که تو عمره شرکت کنن، آداب و رسوم حج رو که حالا بعد از حضور مسلمان ها در مکه قرار بود پیاده شه تو این سوره اومده. پس سوره و این یایی از این آمن و اوف و بل عقود هم میگوین مفصلین که آیه از این شروع میشه به این لحاظه که این صلح حدیبیه شما آشنا هستید، صلحی بود که خیلی پیغمبر اسلام عقب نشینی کرد، هم عقب نشینی های عاقلانه و منصفانه در واقع و هم عقب نشینی هایی که نشان به اصطلاح پذیرش و سازش با مشرکین بود. یه عده از مسلمان ها خیلی ناراحت بودن از این قرارداد، از این صلح نامه. خب دستاورد پیامبر این بود که 10 سال جنگ با مسلمان ها و مسلمان ها با اونها ممنوع شده بود و قرار بر این بود که از سال شد که مسلمان ها مجاز باشن به کعبه زیارت عمره بیان و اینا دستاوردش بود. ولی از اون طرف وقتی با بسم الله الرحمن الرحیم پیغمبر اسلام شروع کرد به سفارش کرد که بنویسن، فورا نماینده مکه اعلام کرد که اگر نه ما رسم اون نیست بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، ما میگیم بسم که اللهم. پیغمبر اسلام هم این که میگم خیرتمندانش این بود، فوری اعلام کرد بنویسین بسم که اللهم. بعد پیغمبر اسلام گفت من محمد رسول الله، طرف گفت آقا اگه ما شما رو پیغمبر میدونستیم که در مقابلت نمیستادیم، این چه هم شما رو ما پیغمبر فرمودن بنویسین محمد ابن عبدالله. و میگوین علی علیه السلام کاتب بود و علی علیه السلام خیلی اینجا بسیار ناراحت به نظر میرسید که داره حاک میکنه که محمد ابن عبداللهش کنه و پیغمبر، حالا اینا که گفتن پیغمبر اسلام بهش دستور داد کار بشه. و بعد رفتن تو متن قرارداد. از نکات خیلی مهمش بود که اولا امسال برگردن و حج نکنن، ثانیا اگر کسی از مکه یا فرار کرد اومد تو مدینه، مدینه یا او رو از مدینه بیرونش کنن، به اصطلاح بفرستنش همون مکه. اما اگر از مکه یا از مدینه یا کسی رفت مکه میتونن نگارش دارن. خب این خیلی واسه مسلمان ها دردآور بود، ولی به هر جهت پیغمبر اسلام راضی کرد و اینا صلح برقرار شد. چون چنین بود تو این آیه من اولش میگه که یایی نزن آمن و اوفو بلاغو، توش هم وعده به اصطلاح فتح و پیروزی میده، یعنی اینکه هم به مسلمان ها روحیه میده و هم میگه یه وقت نکنه که خلاف اون پیمانتون عمل کنید. به همین لحاظه که میگن این یه چیزی بعد از سوره قرارداد حدیبیه بوده، پیمان حدیبیه بوده. به این ترتیب تو این مدت بعدم میگوین بسیار از مفسرین و به خصوص شیعیان از قول ائمه که این آخرین سوره‌ای بود که به پیامبر نازل شد. خب حالا تو آیه سوم این هست الیوم اکملت لکم دینکم، اینا رو شما میدانید، و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، من امروز دین شما رو تکمیل کردم و نعمتم رو به شما تمام کردم و اسلام رو برای شما به اصطلاح گزینش کردم، با رضایت در اختیارتون گذاشتم. آیه 67 میگه یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من النار، ای پیامبر آنچه خدا بهت گفته رو به مردم بگو، اگر نگویی تو رسالت رو ابلاغ نکرده ای. و بعد هم والله یعصم من الناس، خدا تو رو نگه میداره از من. این آیه شسته آیه هم که تو تکمیل اینا وقتی این دو رو میگن میارن اون انما ولیکم الله و رسوله و الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون،
اونایی که در حالی که اهل رکوع اند و اهل سجود اند و حالا به تعبیر من به اصطلاح متواضع اند در مقابل خداوند، اینا و اهل نماز اند و پرداخت زکات، اینا ولی شما اند. فقط اینا رو باید به اولیاء خودتون انتخاب کنید و بگیرید. و این هم از این آیات، آیاتی است که در جریان قدیر خم خیلی ازش استفاده شده، عمدتاً توسط شیعه. خب حالا من همینجا این نکته دارم که قبلا تو بحث‌های قبلی هم گفتم، اینو بگم. تا قرن پنجم ششم، این که ما میگیم شیعه سنی، با این تعریف‌های امروزمون اینطوریا نبود و لذا نمیتونیم دانشمندان صده‌های نخست رو با این شیعه و سنی امروز تعریفشون کنیم، بگیم این سنی بود این شیعه بود. نه، اینا رفته رفته بعدن شکل گرفت که تو بحث‌های قبلی شده، اینجا هم اگه فرصت شه اشاره‌ای بهش خواهم کرد. خب حالا جریان چی بود؟ جریان حضرت علی بود تو موقعیت این سفر که رسید به قدیر. پیغمبر اسلام خب دستور حج داد، دستور عمومی حج، و توصیه کرد، سفارش کرد که چون حالا دیگه میتونستن برن مکه به اصطلاح ایام اصلی حج بعد از فتح مکه، یک سال بعد از فتح مکه، حالا میتونستن کاملا حج برن. و خب معلوم بود همه مهاجر انصار مسلمان ها علاقمند که بیان، لذا بسیط شدن. تو اینجا پیغمبر اسلام علی علیه السلام رو با 300 تن مأمور تبلیغ به در یمن کرد. و قبلش خالد بن ولید رفته بود، 6 ماهی هم اونجا بود، اما نتونسته بود کاری چندان پیش ببره. یعنی یمنی ها مقاومت کرده بودن و این دعوت رو و این تبلیغ رو نپذیرفته بود. حالا علی علیه السلام میدن. اینجا پیغمبر ما به علی علیه السلام توصیه ای کرد که شما این توصیه رو تا آخر عمر علی در تمام جنگ هاش میبینید. و اتفاقا همینجا بگم که خلیفه اول دوم هم در جنگ ها به این توصیه عمل میکردن. یعنی این یک توصیه ای شد که بعدها به اصطلاح تا حداقل بگم تا مدت ها سیاست رزمی مسلمان ها رو تشریح داد که کم و بیش عمل میشد، ولی پیام علی علیه السلام کاملا عمل کرد. اون این بود، گوش بدید. هنگام اعزام پیغمبر اسلام فرمودن چون به سرزمینشان فرود آمدی، مبادا تا آنان جنگی را با تو آغاز نکردند تو دست به شمشیر ببری. اگر آنان آغازگر جنگ شدند نیز، تا از شما کسی را نکشتند به پیکار خیش دست مزنید. به فرض آن که کسی از شما را کشتند نیز، در پیکار شتاب زده عمل مکنید و تا سزاواری توبیخ جنگ افروزی کرزی و تا سزاواری توبیخ جنگ افروزی فرصت به آنها بدهید. آنگاه بر آنها بگو آیا شما گفتن شعار توحید و شهادت آن را داوطلب هستید؟ اگر پاسخ آری بود میگویی آیا بران هستید که خدا را عبادت کنید، نماز بگذارید؟ اگر پاسخ مثبت بود میگویید آیا بران هستید که ثروت خیش را از صدقه ای که آن را به درویشان خودتان میدهید پالایش کنید، معنی زکات پاکیزه کنید؟ اگر جواب مثبت بود مباد بیش از این از آنها چیزی بخواهید. با این به اصطلاح
و زورگویی کنید. به خدا سوگند هدایت یک تن از آنان به دست تو از آن چه در قلمرو به طلوع و غروب خورشید است ارزشمندتر است. خب علی علیه السلام با این دستورالعمل و با اون خب سبک خودشون تعلیمات که دیده بودن اومدن اتفاقا خیلی سریع تونستن که همدانیان رو که قبیله اونجا بودن مهم در یمن بودن اینها رو به اسلام برگرد و پشت سرش قبایل اطراف به اسلام برگشتن و زود شیوع پیدا کرد بازگشت به اسلام بین یمنی ها. در اینجا یه نکته رو تبدی میگه که دلم نیمد که براتون نگم ولو اینکه حالا شاید خیلی مستقیم به بحثمون نخوره. اینجا میگه که طبری میگه که بازان ساسان زادک، چه تعبیر قشنگی، بازان پسر ساسان، یعنی پدرش اسمش ساسانه، خودش اسمش آزانه، بازانه، بازان زاد ساسان زادک یعنی بچه ساسان، بازان پسر ساسان به همراه سپهبدان اصلیش که فرستاده ساسانیان برای حکومت در یمن بود، اینها یعنی از ایرانی بودن، اینها به اسلام گرویدند. پشت سرش سپهبدان اصلی مسلمان شدند، از اونجا قبیله همدانیان مسلمان شدند و این قبیله همدانیان دائم بسیارشون از پیروان علی ماندند، در جنگ های حضرت علی شرکت کردند و حتی میگویند در جریان امام حسین حضور داشتند و از علاقمندان به اصطلاح علی بن ابی طالب بودند. شیعیان زیدی شدند اما به هر جهت شیعه بودند و این حوثی‌های اخیر هم میگویند که از همون قبیله، ریشه های همون قبیله هستند. به این ترتیب سفر علی علیه السلام بسیار سفر پربرکتی بود. هدایای زیادی هم به اینها دادن که اینها برگرد. اما علی علیه السلام رو در بعضی از تواریخ گفتن به دعوت پیامبر ازشون خواست زود خودش رو مکه برسونه. بعضی هم گفتن حضرت علی دست یک نفر سپرد اون 300 نفر رو و هدایا رو به صورت رئیس قافله تعیین کرد و خودشون به سرعت به مکه رسیدن. وقتی به مکه آمدند حضرت توان گرفتن شتر برای قربانی نداشت، ولذا پیامبر در قربانی خودشون علی رو هم سهیم کرد. خب تورا این جمعیت که می اومد با اون هدایا و حدود 70 شترهای زیادی رو جز هدایا بود که بیارن برای قربانی و پوشش قربانی بهشون داده بودن و تزیینشون کرده بودن، یه ده مسلمان ها گفتن که ما لباس های حالا نسبت به اون روز فاخری که به هدیه دادن رو بپوشیم برای ابهت اسلام که وقتی میریم اونجا با این بریم وارد شیم به مکه و بعد هم در میاریم میذاریم جزو بیت المال. اینا این کاری کرد. حضرت علی تا شنید را آمدن به استقبالشون رفت و نگاه کردید به چه لباس هایی پوشیدن، این چیه تنتون از کجا آوردیم؟ گفتن اینا ماله هدایاست. علی علیه السلام به شدت ناراحت شد و اعلام کرد که چرا اینطور شده، اینا بیت المال شما حق نداشتید، لباس قصبیه و عجد اینا رو مجبور کردن همه شد در بیارن. اینا خیلی بهشون برخورد چون حالا به قصد خودشون به تعبیر بزرگان امروزمون به مصلحت نظام این کار رو کرده بودن، حداقل به ظاهر چنین گفته بودن و میخواستن که با یه ابهتی بیان. و حالا اون روز دیگه این وضع امروز هم نبود که بگه وای لباس پوشیده اینه که من نمی پوشم، این حرفا نبود و لذا اینا پوشیدن بعد هم در میرن. حضرت علی اتنشون در بود. این موضوع بین علی و اونها یه اختلاف بود. خب اومدن شکایت به پیامبر بردن. پیامبر در مکه چنان به اینا فهمون که
اینجا الان جای این حرفا نیست. اونم سکوت کردم. گذشت تا مکه دورش تمام شد. پیامبر در مکه منا همه رو جمع کردن، چند خطبه در مکه خواندن. این خطبه مهمش بود. تو اینجا من در یکی از سخنرانی‌ها مفصلا اون رو شرح دادم. در اینجا این خطبه بزرگ اخلاق اجتماعی اسلامی رو خلاصه میکنه پیغمبر. حقوق مردم رو اینجا خلاصه میکنه. تو آخرین خطبه پیامبر که تو اونجا اعلام میکنه که به نظرم میاد که من دارم دعوت خدا رو همین روزا اجابت میکنم، که همه گریه میکنند، پیغمبر حرف کلامی نمیزنن. توحید، معاد، پیغمبر اینا نیست. همش از حقوق مردم، از همین احترام به عقدها و قراردادها میگن تا مال و جان و رفتار با همسر و حقوق یک دیگر رو توی این بیان میگن. هر قطعه ایرم که میگن دقت کنید، اعلام میکنن که رو به جمعیت. یه دم بین این صدای پیامبر رو جار میزدن برای همه که بشنن، چون بلندگو جنن، که آیا من وظیفه تبلیغیم رو عمل کردم؟ همه هم میگفتن آره یا رسول الله، با گریه هم میگفتن. و پیغمبر میگفت خدا یا ببین، همه قبول کرد. دوباره میگفت، دوباره همین میگفت. پس ببینید خیلی میخوره به اون آیه که داره اعلام میکنه که تبلیغ کن، اگر نکنی تو رسالتی کنی. الان پیغمبر داره از اون امضا میگیره که گفته، حرفا رو گفت. و این حرفا هم همش حقوقه، حقوق یک دیگر. خب حالا از اینجا پیغمبر اسلام خارج میشه، میان به طرف مدینه. عده‌ای که مال یمن بودن، اعراب، طائفی ها، همه جمعیتی که از اون طرف ها اومده بودن، اینا همه برمیگردن رو به جای خودشون. میمونن کسانی که مسافرین مدینه، شامن، مصرن، بغدادن، اینا همه تو این مسیر بودن. میان تا میرسن به حدود 180 و خورده مایل، میان میرسن به جایی به نام جحفه. جحفه یه محل تجمع کاروانهایی بوده که حالا راهشون رو عوض کنن، یا رو به مدینه بدن یا رو به شامات و مصر و این طرف ها بدن. معلوم میشه یه جای نسبتا آبادی بوده که اینا خستگی در کنن، استراحت کنن، برن. اینجا هم اونایی که مال اون طرف ها بودن میرن. خب میمانه راه مدینه. پیغمبر اسلام میان حدود 4-5 کیلومتر بالاتر میرسن به یه گودالی، به یه برکهی به نام قدیر. اینجا دستور ایست میدن و همه جمع میشن. حالا پیغمبر اسلام در اینجا خطبه میخونن و البته جای گرمی بوده و لذا همه چیز باید کوتاه انجام می شده. خطبه می خونن، سپس شنیده دیگه علی علیه السلام رو دستشو می گیرن، بلند می کنن و اعلام می کنن که آیا حالا اینجا البته روایات شیعه و سنی با اون تعبیری که گفتم که سنی و شیعه رو اون قهره ها خیلی نمیشه هم جدا کرد، اعلام میکنن که آیا من اولا به انفس شما نسبت به خود شما نیستم؟ آیه قرآن النبی اولا بالمسلمین من انفسهم، اونو میگن میخونن. البته بعضی هم اینو نقل نکرده، مثلا کلینی نقل نکرده که زمان در واقع قیبت سغرای امام زمان، یعنی خیلی نزدیک به قدمت تاریخی زیاد. اینا بعضی هم نقل کردن که اینو میگن و بعد بالاخره اعلام میکنن که من کنتم مولا
فهذا علی مولا و الى آخرش اللهم وال من والا و عاد من آدا و انصر من نصره و اخذر من خزرم. و بعد هم مسلمان ها میان به حضرت علی بخن بخن لکلی یا علی میگرد اصبحت مولا کل مسلمان و مسلمان، تو مولای همه شدی. خب این اصل قضیه است. اما این قضیه بعد تو تمدن اسلامی که قرار میگیره، تو زندگی عادی مردم که قرار میگیره، البته طبیعیه که ازش برداشتای مختلف میشه. تو لغت مولا بقیه شو که معلومه، تو لغت مولا اینجا وایستان رو بحث میکنن. یه عده میگن اشاره میکنن به همین اختلافات یمنی ها، چون اون 300 تای که رفتن از مدینه یا بودن و حالا هم یا مدینه یان، حالا مثلا ممکنه اون 300 تا یه سری هم توش مسلمان اضافه شدن که اومدن مکه. میگن یعنی دوست، یعنی هر کس من دوستشم حالا علی رو دوست بداره، یعنی واسه رفع اختلاف اینو گفتن. این به معنی خیلی خیلی البته پایین آوردن مسئله این داستانه و این که حضرت علی پیغمبر اینجا همه رو نگه میداره و اینطوری فریاد میکشه و برای همیشه یک واژه جدی، من کنت مولا فهذا علی مولا، این یه چیزی نیست که در فرق تمدن اسلامی جا افتاده باشه، ولی حرفیست که خیلی خوب بود قدرت های بنی امیه و بنی مروان و حتی بنی عباس میتونستن روش مانور بدن و جلوی معترضین رو بگیرن اونجا که با دشمنی با اسلت پیامبر میکردن، چون یک عده‌ای هم اون به اصطلاح روایت حدیث ثقلین رو اینجا جز خطبه آوردن که بعد از من کند مولا پیغمبر فرمودن که من شما رو به دو در واقع گوهر گرانبها، دو وزنه سنگین سفارش میکنم، یکی قرآنه که اون عظماست بزرگترینه، یکی بزرگه و اون عترت همه و هرگز از اینا دست بر ندارید تا اینها به اصطلاح به من میرسن در حوض کوثر. این رو هم ادهی نقد کردن که کم هم نیستن که اینم پیغمبر اسلام اضافه کردن. خب اینا نمیخوره با اینکه میخواست اختلاف اختلاف کن. تحلیل دیگه چیه؟ تحلیل دیگه که میکردن خیلی گفتن و این که مولا یعنی اولا به تصرف، یعنی رهبر، یعنی اون کسی که اسوه شماست و وقتی که حرف میزنه منطقش، عملش، این در واقع سمبول عمل پیغمبر و سمبول دستور خداست. یعنی امضای شخصیت علی به کسی که رفتارش مطابق پیغمبر، مطابق نه یعنی اینکه شبیه رفتاری پیغمبره، نه، مطابق با منش و روش و دستورات پیامبر، مطابق با آیات قرآن. و لذا پیغمبر خدا اینجا بعد از خودش هم اصلا تو این مجموعه نیست، اینم بعدا بیشتر مفسرین خودمون در آوردن، حالا من براتون اگه بخشی میگم، بعدا هم اینجا نیست، اصلا برای همیشه است. و لذا همون جور هم که به طرف به اونا گفت که چرا این لباس ها رو پوشیدین، درست گفت، به لحاظ اینکه لباس قصبی بیت المال رو پوشیدن، به مصلحت و ابهت کار حرام نمیشه انجام داد، مگر اونها که حتی میتونن نماز و روزه رو هم براش تعطیل کنن، اونها از جنس دیگر، ولی نمیتونستن اینو بپوشن، مال بیت المال مسلمین بود، باید پیغمبر اسلام این اموال به عنوان رئیس فرمانده حکم میداد. به هر جهت اینجا
یه عده زیادی و به خصوص تو تسنن این روایت حدیث رو به این معنا گرفت. از توش در نمی آوردن و نمی فهمیدن که بعدها شیعه ها چی میگن، که ایشون باید بلافاصله بعد از پیغمبر به نسب خدا، نه به انتخاب مردم، به نسب خدا باید رئیس میشون. پیغمبر رئیس بعد از خودش رو تو این تعیین نکرده، علی رو به عنوان علیون میزان الاعمال، که این هم پیغمبر قبلا هم گفته بود انتم اینی به منزلت هارون من موسا، که قبلا هم گفته بود باب علم بودن علی و پیغمبر مدینت العلم بودن خود پیغمبر و علیون بابها، اینایی که گفته بود حالا اینجا داره تأیید برای رسمی میشه. در کی؟ در موقعی که پیامبر اعلام کرده که من این سفر آخرم، و همه از این موضوع متأثر دارن. خب این هم یک تعبیر. تعبیر دیگری که میشه، این حد رو قبول داره، این حد رو قبول داره که مولا یعنی، اما میگه که پیغمبر برای بعد از خودش خلیفه بعد از خودش به عنوان امیر رو هم انتخاب کرد، از طرف خدا هم انتخاب کرد، و نه فقط علی رو، اعترافش رو انتخاب کرد، چون تو اون ثقلین میگه اعترافی قرآن و اسم انتخاب کرد الی یوم القیامه. خب این یه تئوریه که اگه پخته شه چیز بدی نیست، برای اینکه معنیش این میشه که اصلا مردم باید کلن انتخاب رو میذاشتن کنار، دوازده امام رو میوردن به مسند حاکمیت میشوندن، و بعدم یازده امام که خب دوازدهمی که غایب میشن میان جانشینانش نایبینش که الان میدونین کیان، اینا میان حکومت میکنن و بعدم خودش میان. به به چه قشنگ، یعنی اصلا دیگه نسل و فکر و ریشه انتخاب رئیس توسط ملت اینجا خشکید. خب البته در موقعی که اینو میگفتن اینا توش نبود، ولی اینطوری آبستن این تحلیل هم بود، چنان که ما بعدن دیدیم که این تحلیل ها در زمان ما انجام شد عمدتاً. قبلش هم گاهی بعضی ها مثل کرکی ها اینا اشاراتی به این کرده بود، ولی این یه چیز بدیهی بود که از اون سنگی که اون روز بنا شد در بود. و هر جد اینا شیعه اصرار داشت از قرن از آل بویه به بعد اصرار داشت که اینو جا بندازه. من خیلی اینجا سند مدرک دارم آوردم که اگه سوال شد بگم، ولی مسلماً نمیرسم که همشو بگم الان بگم، ولی سوال کردی بگم. ببینید به نظرم اولین جایی که این عقیده خلیفه و امیر تو این گفتار پیامبر اومده مال قدیریه اسماعیل حمیری متوفای 179، خیلی زود، یعنی قرن دوم. در جلد دوم القدیر اینا اومده 23 تا ایشون قدیریه داشته، راجع به عید قدیر شعر از شاعران بزرگ عرب بود. تو اینجا ایشون میگه فمن اولا بکم منکم، کیست که از شما نسبت به خودتون بالاتر است؟ فقالوا مقالت واحد و هم الکثیر. همشون یه چیز گفتن در حالی که بسیار زیاد بودن. جمیعاً گفتن انت مولانا و اولا بنا منا و انت کنا نذیر، تو مولای مایی و تو نذیر مایی. فان ولیکم بعدی، یعنی این بعدی اینجا پیغمبر نگفته اینجا،
فإن ولیکم بعدی علی و مولاکم هو الهادی الوزیر وزیری فی الحیات و عند موتی و من بعد الخلیفت و الامیر. ببینیم شعر قشنگ میگه تو وزیری در حیات من و در هنگام مرگ من و از بعد از و من بعدی و بعد از منم خلیفه و امیری. خب حالا ایشون این شعر رو میگه، سابقش رو گفتن چنینه، از من متاسفانه اون موقع نبودم اما تاریخ اینجوری میگوین که ایشون اول از کیسانیه بود. کیسانیه ها اونهایی هستن که لعن به در واقع مختاریون هستن، قوی ترین و واقعا بزرگترین مبارزان بعد از کربلا بودن که انتقام بسیار سختی از قتله امام حسین گرفتن و نه مورد موافقت امام حسین العابدین هم بودن و نه کارشون هم کار انزای اسلامی درست بود. اینا رو سوزوندن، روغن داغ ریختن، به هر کاری کرد ولی انتقام گرفتن. این کارشون کیسانیه بعد بیرار از زمان ابوبکر عمر شروع کرده، اصلا اینا بودن که سبب شدن که مسیح غلطی داد. خب حالا زمان امام جعفر صادق ایشون خود جز اصحاب امام جعفر صادق در اومد، ریشه یمنی هم داشت اما خودش در اردن به دنیا اومده. او بله صحابه به امام میگفتن که او مشروب خاره و به ابوبکر و عمر دشنام میده و به رجعت یقین داره و در واقع او بعدن هم به خلفای عباسی در حد اونا هم مدیحه میگفت و در صفاح و هارون بود و از اونها حقوق هم تا هارون میگرفت. در زمان هارون مرد و هارون ازش استقبال سنگین کرد. این حرف رو از کیسانیه میاره، از ریشه اونجا که این حرف ها زده شد. اما اون موقع هم امام زین العابدین هرگز با اونا همراهی نکرد و امام جعفر صادق هم که اصلا میگفت من از مادر و پدر از دو ریشه مهم هم، یکی حضرت علی، یکی ابوبکر. و برجم این از اینجا. خب حالا ببینید توی کافی تو تحقیقات که آقای کدیور کردن که 10 تا از این صحابه نخستین سنی و شیعه رو آوردن، هر کدوم 10 تا و آنچه راجع به قضیه گفتن اینا رو آوردن و نشون دادن کدومای اینا اصلا راجع به قضیه حرف نزدن و کدوماشون که حرف زدن چی گفتن، توی اینا بیشتر تکیه بر من کنت مولا و آزاد علی و مولا یعقوب، یک به اصطلاح مورخ مشهور قدیمی شیعی که در 284 به رحمت خدا رفت، ایشون میگه داستانو تا میرسه به این که میگه که در 13 ذی‌الحجه پیامبر از منا به مکه رسید و آیه الیوم اکملت لکم نازل شد. آیه الیوم اکملت لکم بعد از اون خطبه های پیغمبر تو مکه به پیغمبر نازل، یعنی در واقع مژده که آره تو کارتو کردی دینت هم کامل شد. این حرف ایشون میزن و بعد میاد راجع به قدیر. تو قدیر این اولا به انفس کمون ایشون میاره یعقوبی و سپس من کن تو مولا رو میاره و سقله این رو میاره، هر ستاشون میاره. خب بعد حالا دیگه شد من نرسم بقیه رو براتون بخونم، بگه خواستید میکنم. حالا ما میرسیم به شیخ مفید در آل بویه. آل بویه ایشون میگه که چون رسول خدا مناسک حج را به جا آورد، علی را در قربانی خود شریک ساخت و با او و مسلمانان به سوی مدینه بازگشت.
تا به جایی که به قدیر خم معروف است رسید و آنجا چون آب و چراگاه نداشت برای فرود آمدن مناسب نبود. با این حال پیامبر صلی الله علیه و آله در آنجا فرود آمد و مسلمانان نیز فرود آمدند. سبب فرود آمدن او در اینجا این بود که آیه ای از قرآن درباره نسب امیرالمؤمنین علیه السلام علی ابن ابی طالب علیه السلام به جانشینی پس از خود در میان امت بر وی نازل شد. پیش از این نیز بی آنکه برای این کار وقتی تعیین کرده باشند در این باره به آن حضرت وحی شده بود. پس پیامبر این کار را به زمانی موکول کرد که از اختلاف و دو دستگی مردم نسبت به امیرالمؤمنین آسوده خاطر باشد. چرا نمی‌فهمم؟ خدای عزوجل می‌دانست که اگر از قدیر خم بگذرند بسیاری از مردم از پیامبر جدا می‌شوند و راه سرزمین ها و اماکن و بادیه های خیش را پیش می گیرند. بنابراین خدا خواست برای شنیدن فرمان جانشینی امیرالمومنین علیه السلام و تأکید حجت بر ایشان آنان را فراهم آورد و در نتیجه خدای متعال نازل فرمود یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک من ربک و الی آخره. بنابراین خدا وجوب این کارا بر پیامبر تأکید کرد و نگهبانی او را به عهده گرفت الاخر. خب پس اینشون داره چی میگه؟ میگه که در قدیم مسلمان ها بودن و قبل از که برن متبرق شد خب و بعد چندین نیتخوانی از خدا میکنه. میدانی شما خدا در پیغمبرش میگه اگر حرفی خودت بزنی اما به من نسبتش بدی رگ حیات و آبروتو قطع میکنم. حرف از خودتو از خودت بزن نه از جانب من. مال من حرفم تو قرآنه. اینجا شیخ مفید ایشون چند تا اینجا داره از خودش در واقع گویی که مغز خدا رو میخونه که شنیدی و به هر جهت این کارو میکنه و از اینجا به بعد البته شاگردانشون به این نسبت با ایشون همراهی نمیکنن. بیشتر همون به اصطلاح من کنت مولا و هذا علی مولا رو میگن. بعضیشون اون اولاب کمون رو هم میگن، بعضیشون هم سقلی رو میگن، بعضیش هم جفتشون شبیه یعقوبی و یا شبیه نزدیک کلینی. تا بعدها آل بویه به صلاح فضای جشنها و تشکیلات و جدایی از تصد رسمی از به صلاح کلام غیر شیعیان و اینا اینجاها دیگه خیلی قشنگ رسمی و جزء حکومت میشه، میره جان میگیره و رسمیت پیدا میکنه. حالا من برای این که به شما بگم که چقدر این که بعد از پیامبر حکومت ها که بوجود اومدن چگونه در کلام اسلامی و اندیشه های اخلاقی اسلامی مؤثر بودن من این اینجا بگم. ببینید جمعیتی رو که تو قدیر خم بودن از منابع اهل بیت و منابع تاریخی حدود 1300 نفر میگه. این با محاسبات درست است. تو بیان ابوذر هم در تفسیر کوفی همین حدود. بعدها این به 10,000 نفر تبدیل میشه باز به قول امام جعفر صادق محمد باقر امام جعفر صادق که 5,000 تا از اینا بودن از مدینه یا 5,000 تا از کل از خلو. این هم یه ذره قابل قبول.
چیزی نمیگذره که این عدد میشه 70,000 تا. با چیزی نمیگذره که میشه 90,000. اکتفا نمیکنن میشه 120,000 تا. و آخرش هم اون ویکی شیعه همین الان که شما برین ببینین میگه میگه ولی با همون 10,000 تا اکتفا میکنه، ولی سایت پایگاه اطلاع رسانی حوزه اونو حدود 100,000 تا میگه. 100,000. حالا شما فرض کنید که پیغمبر گفته همه اونا که مصر و عراق و شامات و هم هستن بیان، چقدر ما سال دهم مسلمان اونجا داشتیم که به مکه اومدن که بشه 100,000؟ آخه یه عدد رقم هم آدم باید یه ذره بشینه باش صاحب. ولی دیگه تو تاریخ این جریان به دست دو موقعیت افتاد، موقعیت قدرت و موقعیت ضعف. ببینید من همینجا اینو بگم، ما بعد از پیامبر از زمان بنی امیه موقعیتی پیدا کردیم تا حالا رو درواسی نکنیم تا همه حالا، و اون این که قدرت های حاکم جو خط قرمز خطرناکی می کشیدن دور کلام اسلامی، اعتقادات اسلامی و اخلاق اجتماعی، چون از اینا می ترسیدن. ولی فقه رفتار فردی مثل عبادات، مثل معاملات، مثل عقود، ایقاعات، اینا چیزایی نبود که خیلی درگیر کنه خلفان، لذا اینا آزاد. فقهای ما تو این زمینه رفتن کار کردن و ماشاءالله دیدید همیشه چقدر تو زمینه فقه، فقه فردی. علی علیه السلام که مورد اتفاق هم است که اسوه نمونه اصلی مطابق با اصله پیامبر تاییدش کرده، مهر تایید داره، این کتابش کتاب فقهی نیست. کتاب در اختیار ائمه هم فقهی نیست. کدومش هست؟ امام زین العابدین کتابشون فقهیه، نهج البلاغه فقهی نیست. لذا این که در حوزه‌های ما نهج البلاغه روش کار نمیشه عجیب نیست، چون فقهی نیست. بس تیمم وضو اینا اونجا اینطور بیان نشده که از کلیات بگذره و به جزئیات بره. اینا رو به امام محمد باقر و امام جعفر صادق نسبت و از اینها هم آثار مشخص خیلی تایید شده ای وجود نداره. خیلی تایید شده که نه، اصلا تایید شده ای وجود نداره. خب چی؟ حالا من اینجا براتون بگم، اگه بگردی بگن جمعیت تقریبی احادیث روایاتی که ما از ائمه داریم چقدره؟ 60,200 تا رقم دادن، چون الان تو کامپیوتر بردن و دیگه اینو ساده است. 60,200. 38,600 تا شماره امام جعفر صادق. 38,600. و امام محمد باقر و امام جعفر صادق مجموعاً 70% اینو دارن، کل روایات راجب هر چی هست. و خب اما این چی رو نشون میده؟ میگویند این دو بزرگوار فرصت پیدا کردن که شاگرد جمع کنن، حرفاشون رو بزن. خوب این هست رو، خیلی خوب، خیلی خوبه. اما این تو هر زمینه ای، چه فقهی چه غیر فقهی، چه اخلاقی چه کلام، شما برید
از اینها روایات ضد و نقیض میگه تو هر زمینه. شما رفته اید، منم به سمت خودم رفتم، بالاخره ما همه شیعه بودیم، مسلمانیم، مجبور بودیم کار بکنیم. ضد و نقیض از این که مجموعشون 1300 نفرن یا 10000 نفرن، 5000 تا 5000 تا، تا بس به ارقام نجومی نسبت به جمعیت اون زمان شما ببینید. خب جریان چی؟ جریان اینا میان میشینن راجع به اینا تو فقه کار میکنن و میگن اینجا تقیه بوده، اونجا ناسخ و منسوخ بوده، اینجا بر اساس استعداد طرف گفتن. خلاصه اینا رو میخوان یه جوری از توش یه حرف درست در بیارن. اما تمام این تلاش ها فقط رو مسائل فقهی است. هیچ کار منسجم دامنه‌داری علمای بزرگوار شیعه در تاریخ نکردن تا از قرآن و سنت پیامبر و نمونه بزرگ علی و حالا بگید ائمه، اینا اون فلسفه اسلامی، فلسفه نه به معنی اون فلسفه، به معنی اون منش و روش اسلامی رو که لازم طرف داشته باشه تو از قرآن خوب درک کنی که قرآن چی میگه، اینو اصلا روش کار نکردن. روایت‌ها دست نخورده مونده. یعنی امروز شما حتی علمای قوم راهی ندارن که ببینن کدوم درسته کدوم غلطه. 1400 سال پیش گفتن و کسی به اینو کاری نداشت. بهارالانوار منبع اینا جمع‌آوری، اینا تو منبرها که میرن اینا ورق میزنن، یک خوششون بیاد میرن میگن و بعدم وقتی راجب علی و اماما و حرفا میشه، هر کسی در طول تاریخ به هر نیتی حرف قلوم به سلوم بزده و همون هایی رو که حتی گفتند و نمون رو نفرین کردن و علی با اونها مبارزه کرد، اینا رو همه رو میارن و مردم رو میگرن و به اصطلاح به حال میارن و اینکه شیعه خوشحال. لذا تمدن اسلامی تحت تأثیر دو جو، یه جو حاکم که خط قرمز میکشید رو معارف و اخلاقیات، همونهایی که پیغمبر توی خطبه حجت الوداعش گفت، و به اصطلاح معارف اخلاقیات رو روش خط قرمز میکشیدن چون که هنوز هست میدانید. و بعد اون چیز هم که روش کار کردن اتفاقا در مسائلی است که تو نهج البلاغه نیست، تو صحیفه سجادیه نیست و تو امامو هم که تو این دوتا امامه که همه میگوین همه میدانن که به آنچه از طرف این آمده نمیشه اعتماد کرد، به لحاظ اینکه اثبات اینکه واقعا از امامه بسیار مشکل. به این ترتیب ما دچار دو مشکل بزرگیم که یکیش خط قرمزی بوده که دائم نظام‌های استبدادی روی محور اندیشه مردم میکشیدند. دوم اینکه موافقه هایی که قدرت نداشتند، اقلیتی که سرکوب می شدند، اینا به اجبار زیرزمینی می شدند چون که الان هم هستن تو کشور اسلامی، یا در به در می شدند یا زیرزمینی می شدند یا پراکنده می شدند، یا فاقد حوزه و مدرسه و مکتب و اینا بودند یا زیرزمینی مخفی می شدند. در هر دو صورت امکان رسیدن به حق رو نداشتن، حق رو تحقیق میکردن به خیال خودشون، اما فضایی که به تعبیر ما علمی باشه، به تعبیر خود علما اجتهادی باشه، یعنی بشه تحقیق کرد، بشه عنوانش کرد، بشه نقدش کرد، بشه تبدیل به احسنش کرد یا قبولش کرد، این نبود. نه اونا که زیرزمینی بودن و مثلا می شنیدید شما که برای امام، برای که امام ببینن سوار
بر خرشون یخ میکردن یا هندونه میکردن میآوردن، فریاد امام از خرشون میشناخت، میرفت دم در، این ازش یه مسئله میپرسید. یعنی نظام های استبدادی به اندیشه ضربه میزنن، به آزادی تفکر ضربه میزنن، به پرورش فرهنگ ضربه میزنن، به تطابق اندیشه با مکتب ضربه میزنن. این فقط نیست آزادی ما رو از ما میگیرن که ما هر کاری میخوایم بکنیم نمیتونیم بکنیم. این اصلا قابل مقایسه با اون ضربات اصلی که بر پیکر یک تمدن میزنن نیست. اما در طول تاریخ ما، البته اون موقع در تاریخ اروپا هم، اون موقع در تاریخ چین هم، اینا همینا بوده. به این لحاظ است که ما مجبوریم اولا امروز تکیه بر اون حد اقل اون بخش توافق شده بین هم و تجربه شده در عمل بکنیم. ببینید علی علیه السلام در عمل نشون داد که انت منی به منزلت هارون من موسی. میدانید که در دوره عبدالملک به بعد اینو تبدیل کرده بودن که پیامبر فرمود انت منی به منزلت قارون من موسی، و اینقدر آخونداش پلای منبر توی نمازهای جمعه گفته بودن که مردم باور کرده بودن تو مثل علی مثل قارون بوده نسل به جای هارون من موسی. ببینید چجوری میشه قلب ماهیت کرد. خب حالا وقتی اینطوری میشه، اونا هم که میدن زیر زمین، از توش چی در میاد؟ علویون همین شامات در میاد که قالی هستن، قلوب اون موقع میکردن. حالا الان نمیدونم چه عقایدی دارن اصلا اینا، که بالاخره حزب بعثی بودن و لابد یه چیزی آموزش بین همه حرفا. اما اون موقع اینا بابشون بودن شیعیان قالی، قلوب کننده. خب تو زیر زمین قالی در میاد، تو رو زمین هم هارون و قارون جا شده عوض میشه. به این لحاظ که این عید رو، عید قدیر رو، باید به اونهایی که رو اون مشترکات همه فرق کار میکنن و علی رو اسره میدانند در فهم قرآن، در فهم زندگی پیامبر، سنت نبی، هر جا گیر کنن، هر جایی روایات و احادیث و گفتار و سوابقی که پخش شده به شکشون مندازه، باید به علی مراجعه کنن، به امام حسین مراجعه کنن، به امام رضا بالاخره به اینها مراجعه. اونهایی که ازشون به اصطلاح اون چی که رسیده میشه بهش وثوق نسبی داشت و یا وثوق کامل داشت. کار رو اینا لازمه و این هم روش کار نشده. سعی و سقم روایات هم تو حوزه فقه بررسی کردن، نه بقیهش. به این لحاظ امروز روشن فکر ما، امروز روشن فکر اسلامی ما نمیتونه با آنچه که امثال شیخ مفید گفتن اونو با مصاحبه با اسلام بگیره و بعد ردیف کنه که اونم اینو گفت، اینم اینو گفت، چونی کردن چونی کردن. این یه مقداری به نظر من خارج از انصافه، برای که اینا یا زیر زمین بودن یا روی قدرت اومده بودن و متاسفانه افراد و تفرید برایشون حاکم بود. و من یه نمونهش رو برای شما خوندم و شما هم نمونه های بسیارش رو دائم میشنوید و میبینید. به این ترتیب واقعا باید تبریک گفت به اونها که علی رو بخشی از اسلام حساب میکنن که هر جا گیر کنن نهج البلاغه علی هنوز هست. نام میخوان حکومت ببینن چجور اسلام میشنن، نامه به خلفا هست که من نمونه هاش آوردم ولی نمیرسم برای شما بگم، برای شما هم شنیده دو میدانید. نامه علی به مالک اشتر هست، خود چیزی که من برای تو همین بنیاد توحید مفصلا صحبت کردم، نامه ای که اهل کوفه نوشتن به امام حسین و دلیل آوردن که چرا دعوتش میکنن به این که بیاد به اصطلاح رهبریشون رو به عهده بگیره و از شر
تحریف های معاویهی اسلام رو نجات بده. اونجا میگن همش حقوق مردم رو میگن. ببینید همش حقوق مردمه. بیعت رو در تمدن اسلامی ببینید چجور، حتی ابن خلدون ببینید چجوری تأثیر میذاره. راغب اصفهانی قرن چهارم، ابن خلدون بیعت رو میگن چی؟ میگن که پیمان بستن برای فرمانبرداری و اطاعت، بیعت کننده تسلیم نظر امیرش میشه و پیروی از اطاعت سلطان و تضمین این پیروی یک طرفه. بعدم میگن این بیعت پیام بستن برای فرمانبرداری است و نظیر هبه است. نظیر هبه است، یعنی شما یه طرفه اینو بخشیدی، نه نظیر بیعت از بی بیاد که دو طرف هست، یه چیزی میگیره یه چیزی میگیره. حالا شما اینو با نهج البلاغه تطبیق بدید، ببینید چقدر علی میگه به مردم که من برام حقی، شما براتون حقی است، من حق ندارم کاری حق شما رو ذره ای معامل کنم. بیعت یک عقد دو طرفه است که من میگم اطاعت میکنم که امنیت رو برقرار کنیم، نظم بدیم، تو هم قرار میگذاری که حقوق ما رو کاملا ادا کنیم. زمان عمر هم میدانید که احساس مردم همین، زمان ابوبکر هم احساس مردم همین، عثمان که میاد البته میگه من دلم میخواد با اقربای خودم ببخشم این، بعدم که میکشم. از زمان معاویه دیگه حرفا نیست، قدرت گرفته چون امپراتوری شده و دیگه انصار و مهاجری در کار دیاله نمیتونم بیان کسی رو تقیبه بکننم، معاویه نپذیره چیکارش کنه، جنگ میکنه عبه میبره. در امپراتوری ها این مسائل از بین رفته. به این لحاظ نمیتوان گفت که بیعت اسلام یعنی عقد یه طرفه. چرا؟ چون شیخ فلان گفته، سید فلان گفت، ابن خلدون گفت، اینا همه در بستر یک امپراتوری گفتند. امپراتوری که در زمان قدیم همه حالت استبدادی داشت. امپراتور وظیفه‌اش حفظ امنیت بود که برای مردم خیلی با ارزش بود و دامنه البته سیطره رو وسیع کردن و مردم هم کاری نداشت. موقع جنگ از اینا نیرو میخواست، موقع مالیات هم از اینا حق حسابشو میخواست، مردم هم اگر نمیدادن به زور ازشون میگه. و دیگه بقیهش حکومت‌های قبلی خیلی به زندگی اونطوری دخالت نداشتن، اما دقیقاً مراقب بودن که کسانی رو که برای اینکه مشروعیت میخواستن در تمدن اسلامی و در تمدن مسیحی، مشروعیت میخواستن، مشروعیتشون رو باید با همین قالفلان و قالفلان بگیرن. اگر تسنن بود از ابو هریره و امثال، و اگر شیعه بود از امام محمد باقر، امام جعفر صادق، به اصطلاح مشروعیت بگیرن تا بتونن بمانن. و به طوری که شما میدانید معتزله یک اندیشه حاکم بود، همین که خلیفه عباسی خودش اشعری شد چنان ضربه بهشون زد که الان آثاری از اون بیچاره ها نمونده و حرفاشون و مخالفاشون برای ردشون زدن. ببینید خب به این ترتیب من در پایان صحبتم میخوام و تایید حرفم که به راستی واقعا باید روشن فکر اسلامی هوشیار باشه که اگر میخواد به انصاف در مورد به اصطلاح این دین قضاوت کنه به کجاها باید رجوع کنه. من این رو هم برای شما بخوانم. زمانی بر مسلمانان بیاید، یه خطبه از تعلی است، که چیزی در میان آنان پوشیده تر از حق و آشکارتر از باطل و رایج‌تر از دروغ زنی نباشد. فکر نکنید اون موقع راجب حالا گفته، راجب زمان بعد از خودش هم خب همین بود، این همین بود. بی ارزش ترین متاع
کالا کتاب خدا باشد، در صورتی که به حق تفسیر شود و پرمشتری ترین متا نیز همون کتاب باشد، در صورتی که به سود دنیاداران تفسیر کردند. آنانی که دین را دام دروغ کنند و آن را به بهای ناچیز در معرض خرید و فروش قرار دهند. بعدم باز ادامه داره که اینا بین مردمان ولی ضد مردمان، مساجدشون خیلی با شکوه ولی توش از نظر توحید و از نظر هدایت صفر، خرابه، از نظر به اصطلاح گمراهی آبادی و الی آخر، که من دیگه از کتاب روزه کافی کلینی هست جلد دو که خودتون انشاءالله اگر علاقه من بودید میتونید پیدا کنید و ببینید. به این ترتیب من انصاف و به عهده شنوندگان عزیز میذارم و باز میپرسم که ما بر سر اعتقاد این که علی باید میشد و ما ببخشید و ابوبکر عمر اینا قاصب مقام علی بودن خیلی ایستادیم. من اینجا اینو بگم و اینجا مدارکش هست، بارها علی علیه السلام میفرمودن که من احقم به این، پیغمبرم به ایشون فرمود که تو احقی، اما اگر مردم با میل اومدن سراغت بپذیم، اگر نه نپذیم. چون میدونید کسانی که نمیخوان کره صندلی قدرت رو به این ببرن اون همه مکافات رو نمیپذیر، مگر اینکه احساس کنن که این تکلیفشون. کسانی که میدونن که اون صندلی چقدر پشتش مسئله داره البته میپذیرن. علی پیامبر میدونه که اهل این حرف نیست، قضای زور شبش هم عوض نخواهد شد، بهش اگر اومدن که علی علیه السلام این همین موقع که اومدن سراغش گفت اول که گفت من وزیر میشم و اینا رو میدانی، و بعد هم که پذیرفت با همون شبای تجربه گفت باید من مسجد بیان، همه به من رأی بدن، نظرش فقط شما که آمده اید نیست، نظر عمومی است و از همین است. در جهت نکته نهایی من اینه که در این انصاف کار مشکل این است که ما بتوانیم واقعا در فهم اسلام یک پایگاه بزرگ رو بذاریم، همین نهج البلاغه علیه السلام، اونجا که داریم راجع به اخلاقیات اجتماعی و اونجا که داریم راجع به اصطلاح حقوق اجتماعی از نظر اسلام صحبت میکنیم، اونجاها باید بایستی که دست به دامن این بزرگان بزنیم. همه کسانی که چنین میکنند امروز برایشون مبارک بود، اما یک سوال میمونه، آیا سنیان چنین کردند؟ آیا شیعه ها چنین کردند؟ خیر، به انصاف من، به تعبیر من، قضاوت با شماست، اما سرش چقدر هم دیگر کشتن. علی خیمه یک به اصطلاح لشکر جنگی شد بین مسلمان ها، یه چیزی شبیه اون چی که طالبان هست، یه چیزی شبیه که داعش هست، یا علی خیمه اخلاقیات ستون خیمه فرهنگ اسلامی هست. اینم تو انصاف خودتون روش داوری کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون آقای دکتر صادقی، مطالب بسیار مفید و جامع و ارزنده‌ای رو ارائه دادین، واقعا دستتون. با سلام خدمت همه دوستان و جناب استاد آقای صادقی، عرضم به خدمتتون که شما فرمودین که ما باید به مراجعی رجوع کنیم که صحت داشته باشه و همینطور به حضرت سجاد یا حضرت رضا و همین بقیه ائمه. خب ما چطور میتونیم صحت
احادیثی که از این بزرگوارا هست متوجه بشیم، و اینکه آیا این حدیث ثقلین که میگن اصلا صحت داره؟ اولا من هم سلام عرض میکنم و خوشحالم که صدای شما رو شنیدم. انشالله که موفق باشید. ببینید، من اصل رو راجع به نهج البلاغه علی علیه السلام گذاشتم که دیگه بالاخره یک کتابیست که هم خود این مطالبش عموما نشون میده که ما یک شخصیت بزرگه، و همین که ما میتونیم تطبیقش بدیم به آیات قرآن، و همین که تو هممون رایج هست در اختیار. اما امام زین رابدین رو گفتم ازش روایتی نیست، بیشتر همین مسئله دعاهاست که رابطه انسان و خدا واقعا یه منبع خوب. امام رضا هم ازش، چون تو ایران بودن و اینا، چیز زیادی نیست، و اونهایی هم که هست میشه به بحث تاریخی گذاشت، یعنی اینقدر نیست که نشه، یعنی از 60,000 38,000 تاش مال یه نفر نیست، اونم ضد و نقیض. و اما اون چیزایی رو که به این دو امام بزرگوار نسبت دادن، که من اینو متاسفانه فراموش کردم اینجا بگم، که میگن در زمان علت رو میارن که در زمان جنگ بین بنی امیه و بنی عباس بود و امام فرصت یافت. حالا این حرف چقدر درسته چقدر نه، اونم خودش مسئله است. اما حالا اینم باشه، به نظر من چون در سراسر به اصطلاح بخش بزرگی از تمدن اسلامی حدیث سازی از این روایت سازی از این بزرگواران پخش شد، این برای من بیش از این نشان محبت عمیق عمومی به این خاندان بود که برای اینکه خودشون رو بین مردم وجهه بدن، و به خصوص وقتی فساد بنی امیه رو میدیدن و حملات بنی عباس رو که فکر میکردن نوبت حکومت به اصطلاح عزت پیامبر رسیده، میخواستن خودشون رو به این عزت نزدیک کنن، حدیث سازی میکردن، روایت سازی میکردن. و اون موقع هم که چنین نبوده که بیان اینا رو که به امامش، امام اینجا بود، او طرف 400 500 800 700 کیلومتر اونورتر داشت کار میکرد، تمدن اسلامی وسیع شده بود و در نتیجه زبانها مختلف بود، گفتا اینا امکان تحصیل نداشتن. لذا مثلا خود از قول امام رضا، از قول امام جعفر صادق هست که نفرین میکردن کسانی که از طرف اینا میسازن، برای اینکه توان جلوگیریشو نداشتن. حالا چرا اینقدر از اینا نقل میکردن؟ چون اینها محبوب بودن. بعد از جریان شهادت امام حسین تازه مردم فهمیدن که با چه خانواده‌ای طرفن، و علامتش هم همین که تو کنار حاکمیت بنی امیه و بنی مروان شیعیان قالی درست شدن. خیلی مهمه، یعنی اینکه یه عده اون رو در حد خدا بردن، یه عده هم میگفتن که انتم اینی به منزلت قارون هم اینوسا. این حالا ما تو بقیه اماما، اونم تو مسائل اخلاقی یا مثلا معرفت اسلامی، میتوانیم محققین ما میتوانن اونجا چیز سالم گیر بیارن در مورد نهج البلاغه که خیلی روشنتر و صادقتر میتونن بیارن. ضمن این که این ثقلینی که شما گفتیدم، من خودم خیلی گشتم که ببینم اینو شیعه ها فقط گفتن، دیدم که نه، اینو از دورهای قبل، از مثلا قرن چهارم یا پنجم، حالا اونایی که اسمشون سنی هم گفتن، یعنی کم نیست که اینو گفتن. البته یه سری هم گفتن که میدونید شما که سنتی، یعنی قرآن و سنت من، ولی یه سری هم گفتن حالا اثبتی.
بعدم بحث این که اطرت کیه خودش مسئله است. به هر جهت شما اگر این اطرتی رو حذف کنید، اینجا من کنت مولا فعلیون مولا خودش کافی است که دیگه به طور خب علامه امینی میدونید دیگه این 11 جلد کتاب همش برای اثبات اینه که این به تواتر رسیده در قرن به قرن همین جور راجبش حرف زده شده و اتفاقا انکاری هم نداشته. حالا من نمیدونم چرا آقای علامه امینی اینقدر اصرار به انکار داشته، چون به نظرم نمیاد که خیلی کمن اونهایی که اصل رو انکار کردن، اما قاطبه اینو قبول دارن. علی هم در عمل هم نشون داده بود که چه شخصیتی است. لذا به اینها به طور نسبی میتواند یه روشن فکر دینی محقق رجوع کنه تا بفهمه که مسائل صدر اسلام چه بود. به نظر خیلی ممنون. با اجازتون منم یک سوالی داشتم، حتی بیشتر از یک سوال، حالا ببینیم دوستان دیگه سوال دارن. شما راجع به نصیحت پیامبر به حضرت علی وقتی که میفرستنشون به یمن شرح دادیم، میخواستم ببینم این نصیحت در کجا اومده، یعنی در نهج البلاغه هست یا اینکه در مراجع دیگه هست. این یک سوال همه. بعد به دنبال همین، علت این که اصلا مسلمین به یمن رفته بودن آیا این بوده که اونها مثلا تعرضی به قلمرو حضرت پیامبر میکردن؟ چگونه بوده که اصلا مسلمی فرستاده میشن به یمن برای حالا تبلیغ یا هر چی، یا مسلمون کردن یمنی ها؟ به هر حال اگه تعرضی نبوده باشه، رفتن اینها به حیطه قلمرو یمنی ها خودش یه مقدار بوی جنگ میده، که یعنی حالا به اسم مسلمون کردن هم باشه ولی به هر حال بوی تحت تسلط در آوردن میده از طرف پیامبر. خواستم اینو ببینم چه جوری تو تاریخ اومده. خیلی ممنون. بله، ببینید اولا من در واقع اون چیز میگم، اولا این که میفرستن برای تبلیغ، این یک چیز عمومی است، بوده اون موقع، و به خصوص که زمین سنجی میکردن. ببینید زمینه یمن چجوری بود. این یمن تو به اصطلاح تحت الحمایه زیر نفوذ حبشی ها بود، رومی ها بود، و حالا زیر نفوذ ساسانیان در اومد. اما ساسانیان خسرو دوم به اصطلاح در یک حمله وسیع هراکلیوس به سمار روم شکست سختی خورد، از کاخ زمستانیش گریخت، آبروزی شد، پسر شیلیه که اون موقع تو زندان بابا بود به وسیله دست پهبودا نجات پیدا کرد، اومد به آوردنش به حکومت رسوندنش، و او اولین کاراش این بود که پدرش رو اعدام کرد و جامعه به هم ریخته بود. و خب اینا خبرش اون موقع میرسید به همه، تو همه تو اون منطقه بود، و پیامبر موقعیت رو محترم شمرد که اونا رو بره و اسلام بخونه و فرستاد. خالد بن ولید موفق نشد، اما حالا حضرت علی رفت، اون نمایندگان ساسانی که برگشتن مسلمان شدن، چه بسا به این ملاحظه بود که میدونستن که حاکمیت ایران از بین رفته و حالا بعدشون نمیمد که تو حاکمیت هم برن، یعنی عربا برن، چنان که در سوریه هم همین اتفاق افتاد، در مصر هم همین اتفاق افتاد، برای اینکه چندین دهه بین این دو تا امپراتوری جنگ بود و هر وقت اینا حمله میکردن به هم، این به فلسطین حمله میکرد، به سوریه حمله میکرد یا به مصر، برای نفوذ در امپراتوری روم بود، و بالعکس این وسط این بیچاره ها لوپه میشدن و بیزار از جفتشون بودن. وقتی مسلمان ها رفتن به طرف شامات،
مسیحا اومدن کلیسای بزرگشون رو در اختیار مسلمان‌ها گذاشتن توش نماز بخونن. چرا؟ برای اینکه اولا پیام اسلامی رو شنیده بودن، درستانی میدونستن که اقلا اینا یه جوری از خودشونن و دیگه دو تا امپراتوری بزرگ هم نیستن که اینطوری نتونن حریفشون بشن. لذا پیامبر اسلام خب فرستادن تبلیغ و بعد هم اونا البته اگر می جنگیدند و مسلمان هم اجازه داشتن که بجنگن، ولی مادام که اونا جنگ شروع نمی کردن اینا دست به حمله مجاز نبودن ببرن. بالاخره این کارا در اون زمان انجام شد. بعدم ببینید شما فراموش نکنید که تمام امپراتوری ها و قدرت های قبل ملت و مرز براشون مسئله نبود. به نسبت قدرتشون مرزشون کوچیک و بزرگ بود، یا تحت حمایه بودن یا تحت حمایه می گرفتن و این حکم رایج بود و در غرب بود، در شرق بود، همه جا. با اندیشه‌های امروز که بعد از جنگ جهانی پیش اومد مرزها تعریف شد و تجاوز ممنوع شد، اینا با اینا تاریخ رو نسنجیم. بسنجیم همه توش مثلا یه نواخ محکومه، چون میرفتن این کار میکردن. پادشاهان ایران رفتن مصر رو گرفتن، سوریه رو گرفتن، فلسطین رو گرفتن و عکسش هم بود و خب مادر اسکندر اومد چجوری همه رو داغون کرد. این اینجای بود و اتفاقا از نظر نگاه کلی حکومت ها مجبور بودن که همیشه قوی باشن و لبه میرفت. نفتی نمی اومد همه رو یه جوری حناق زنده نگرده، باید حتما مردم یه جوری نگه می داشتن که وایسن به جنگن نباشن. و لذا از این نظرم یک مصلحت عمومی همین بود که خودشونو قوی می‌کردن تو رقابت با هم بود و این یه چیز عمومی بود. اما اینجا حضرت علی با اون دستور رفت و جنگ‌های دیگه هم عمومش همین بود. یعنی وقتی هم که رفتن سراغ دربار ایران هم همین رو گفتن که ما اومدیم این پیامو بیاریم، بپذیرید عین ما، این نپذیرید می‌جنگید. و این هر زمان بسیار خلیفه دوم شروع شد، چون حالا میتونست امپراتوریشه باشه. صحبت ها ببخشید، یه سوالی پیش اومد که خب اگر که قصد کشورگشایی نبوده و همینجورم که طبق دستور پیامبر گفته بودن که خب هیچ وقت دین به زور به کسی تزریق نشه، چرا پس جنگ در میگره؟ به خاطر اینکه آیا نمیدونم خب به خاطر دفاع بوده یا اینکه نه واقعا رسم اون زمان بوده؟ ببینید اینکه این خیلی جواب سوال شما خیلی سخته. اینا که می رفتن برای تبلیغ دین می رفتن، ولی اگر طرف وارد جنگ شد، نه وارد جنگ شد در زمان پیامبر، و اگر قرار صلح می بستن یعنی به دین خودشون می موندن، ولی قرار می ذاشتن که به دشمنان اسلام کمک نکنن، کنار باشن، قبول می کرد. آیه قرآن هم همین می گه، یعنی اگر خواستن کافر باشن ولی کاری به مسلمان ها نداشتن، مسلمان ها باشون کاری نداشتن. ولی اگر پیامبر احساس میکرد یا به اصطلاح خبر میرسید که اینا دارن به اصطلاح حالا بگیم حجازی ها دارن با یمنی ها هم دست میشن و از این قبیل، وقت البته پیامبر دیگه ساکت نمینشست و همین کاری میکرد که کرد، یعنی این که میفرستاد و اینا. اینجا این وقتی هم که میگفتن چنین بود و وقتی هم که میگفتن که حرف این بود که اگر بپذیرید این پیام ها رو با ما یکی هستید، هرچی مال ماست مال شما هم هست، هرچی مال شماست ما هم هست، نه اینکه مال همونا، یعنی حق و حقوق هم این هم.
نپذیرید متعهد شد که با ما کاری نداشته باشید. اما اگر بخواد کاری داشته باشید ما ایستادیم. خب اگه میخواستن کاری داشته باشن یک کارش این بود که جنگ شروع کنن. تازه میگه اگر یکی رو هم کشتن باز شروع نکنید. و چنان که در جنگ هایی که شد در همین جنگ جمل اینا این کارا رو یکی یکی پیغمبر حضرت علی به مردمش توصیه میکرد و عمل میکرد و بعد میجنگیدن. یعنی ببینید شما تو فضای امروز اولا که ما حق نداریم با هم بجنگیم نداریم، اما امروز که ما حق نداریم با هم بجنگیم قدرت های بزرگ به اندازه قدرتشون تو همه کشورهای کوچک نفوذ دادن و دارن کارشون انجام میدن نمیدن. یعنی اینجوری ها نیست که هیچ که بایشی کاری نشته بشه، اینجوری ها نبوده هیچ وقت. اما اگر اونا میپذیرفتن که به کفرشون حاضرن زندگی کنن اما با مسلمان کاری نشته بشن، مسلمان ها میپذیرن. این چیزیست که تاریخ به ما نشون میده. شما با جو امروز البته با یه اندیشه لیبرالیستی امروز البته این برای اون سخته تحملش، واقعا سخته. چی نشون میده واقعا سخته؟ مثلا وقتی که میشنویم که ایران رفت تا مصر رو گرفت خوشحال نشد. نگیم ما این که از پادشاهان باج گرفت، بگیم ما غلط کردیم که از پادشاهان چیکاره بودیم که باج بود. اگر اینجوری قضاوت کنیم خب پیداست که اصلا تو مدل دست به هم نزنی. اون وقت راجع به استثمار چی میگیم؟ باید اونم بگیم و همین میشه. اما اگر نه اونجایی که خودمون کشور گشایی کردیم تاریخ نقل میکنیم و خوشحال میشیم نادر چنین کرد و این داره میگیم نشون میده نه ما هم موقع شکست دست به دامانه این حرفا میشیم. اما از نظر دینی اون اصل بزرگ اسلامی همون لا اکراه فی الدین که همون میدونه. خب اینم این که من نقل کردم از تاریخ اسلام آقای معادی خواه نقل کردم. یک کتاب بزرگیشون راجع به تاریخ اسلام نوشتن، تحقیق داوندداری بوده که ایشون کردن، صفحه 961 این هست. البته ایشون تمام محافظش هم آوردن و این البته از جای دیگه هم هست، ولی اون چی که در اختیار من بود اینجا که من نقل کنم این بود. در ایران من منابع دیگری هم برای این محافظ فیش هم بود، اما اینجا این کتاب چون خوشبختانه داشتم صفحه 961ش هست. اگر شما علاقمند باشید که محافظ دیگرش هم بگم که محافظ از صدر اسلام، اونم میتونم بهاتون بفرستم. خیلی متشکر آقای دکتر. گفتین قضاوت با ماست که ببینیم واقعا چگونه بوده این مسئله قدیر. من برام خیلی همیشه جالب بوده که کسانی که خیلی اصرار دارن به این که این ولایت حضرت علی منصوب از طرف خداوند هست با عملکرد خود حضرت علی چجوری کنار میان، چون همونطور که خودتون هم توضیح دادین و اینها با خود حضرت علی در عمل گونه دیگه با این قضیه روبرو شدن. اگر یک تفویض الهی بوده خب عملا اگر کنار اومدن بیعت کردن با ابوبکر، بیعت کردن با عمر در جنگ، عمر با ایشون مشاوره میکرده، پسراشون تو جنگ ها شرکت میکردن، عملا داشتن خلاف دستور خداوند عمل میکردن، چطوری راضی می شدن؟ واقعا خیلی جالبه که اونایی که 100% میگن که حضرت علی تفویض شده از طرف خداوند بوده، پیامبرم همینو گفته، اینو چگونه توجیه میکنن؟ ببین خانم، اولا که این همه سال هاست که شیعه حرف زده نتونسته منابعی بیاره، به خصوص از نهجوان نتونسته منابعی بیاره که نشون میده حضرت علی، امام حسن، امام حسین، زین العابدین اینا اومدن گفتن اصلا شما چی کاره این؟ ما رو خدا نصف کرد، منصوب از طرف خدا، منصوب از طرف مردم. چرا میگه مردم پیغمبرشون رو انتخاب کردن که
حالا نه خلیفه بعدش رو انتخاب کنه. این حرفی که شیعه میزنه پیدا نکردن، برخلافش اینو پیدا کردن، هست منابعش هست که پیغمبر بهش گفت چی که من گفتم و یا خودش حضرت گفت که حق شماست. مهاجر انصار کسی که تعیین کنن مردم باش بیعت کنن، خدا از این کار راضی است، یعنی اراده خدا این است که مردم بشینن خودشون امیره. آیات قرآن هم همه جا میگه اولی الامر منکم، هیچ وقت جزی نگفته اولی الامر، یعنی صاحبان اختیار از جانب خودتون، امور خودتون، اداره امور خودتون، انتخاب از جانب خودتون. سه تا چهار تا آیه در قرآنی که همش با همین منکم شروع شده. به این ترتیب حضرت علی کارشون اینجا رو شد. این که اعلان کردن من معلم، چون خیلی خب عمل بد شد دیگه، اصلا بنی هاشم و حضرت علی اصلا تو جریان نبودن که انتخاب شد و اینا توقع داشتن که حداقل تو جریان باشه. بعدم از تعلیم گفت شما میدانید که من حقم، ولی به اصطلاح این کار باید توسط من میشد و من باید به مردم معرفی میشدم و در واقع جزء قاطی نماینده ها بودم. اما حالا که وقتی نشد، اون شش ماه هم میگویند آثار ما و آثار سنیا که بعد از که فاطمه سلام الله علیها به رحمت خدا رفت، حضرت علی رفت بیعت کرد. وقتی هم که بیعت کرد، همین سلمان هم جزء یاران خود حضرت علی هم جزء مشاورین اونا بود. یعنی اینکه اینها کار کردن چرا؟ چون حضرت علی میگه من حقم داده نشد، ولی دیدم اینا دارن به عدالت رفتار میکنن. اینی هم که رفتن ایران، رفتن مصر، رفتن اینا رو اون موقع خارج از عدالت نمیدانستن، میتوانستن، حس میکردن میتوانن و عمل میکردن. خود پیغمبر اسلام هم میدانید دیگه به طرف روم قشون فرستاد. البته زمینه تاریخش رو نگاه کنید میبینید که اونها هم وقتی دیدن اینا دارن قوی میشن، تجهیز میکردن قبایل تحت حمایه خودشون علیه مسلمان. حتی تو جنگ طائف اینا اون حوازن اینا قبیله رو که به اصطلاح از تبعه ساسانی بودن تجهیزشون کردن، لذا اینا هم یه همچین چیزهایی میدیدن و بعد پیش دستی میکردن و میرفتن. خلاصه این بخش رو اون روز هیچ کدوم از اینا خارج از عدالت نمیدونستن و اون روز در تفکر دنیا هم این جزو کشور گشاییم فتح محسوب میشد، نه جزو تجاوز. تجاوز وقتی بود که زنها رو میکشتن، آبادانی ها رو خراب میکردن، پیرزن پیر مرده رو عبه میبردن، مالیات فلان، اینا رو همه رو پیغمبر اسلام منع کرده بود و خیلی جا هم رعایت میشد. و البته تا موقعی که البته خلفای راشدین، حالا بعدش دیگه تاریخ خیلی زیرون شد. اینا بعد مثلا جهانگشایی در روزگار قدیم یک چیز طبیعی عمومی بود و اتفاقا مصلحت هر کشورم بزرگ شدن بود، چون اگر کوچک میشد همیشه ضربه پذیر بود. مصلحت مردمم تو تجارت و داد و ستد بزرگ بودن بود، و اینکه وقتی کوچک بود نمیتونست اینجا بره اون کشور دیگه، و اینکه اونجا غریبه بود. اما وقتی امپراتوری بود همش جمع بود. به همین لحاظ در قدیم ما دو امپراتوری تو منطقه داشتیم، روم و ایران. ببینید دو منطقه بود. بعد که مسلمان ها اومدن از هر دو اینا، چون اینا با هم جنگ کردن، هم دیگر ضعیف کرده بودن بدبخت، و اومدن منطقه را گرفتن. چیزی که این حقیر پیش بینی میکنه و امیدوارم اتفاق نیفته، ولی خیلی هم امید دارم که معتقدم اتفاق میفته، امروز این کشورهای به نام کشورهای اسلامی که ضعیف از این پسوند که به ما میخوره، اینا دارن هم دیگر ضعیف میکنن. در مقابلش نماینده غرب در منطقه یعنی اسرائیل یه روزی قدرت بلا منازع این منطقه میشه.
و هر کس مجیز شده که اینجا حق حیات پیدا میکنه، چون همه انقدر ضعیف میشن که دیگه اصلا تو فکرشون فکر نمیکنن که بتونن حریفش بشن. خب اینم اون روز همین با روم و ایران با هم در جنگ ها زمینه رو آماده کردن برای اینکه راحت فلسطین رو بدون جنگ بگیرن، راحت سوریه رو به شامات رو بدون جنگ، مصر رو بگیرن به همین راحتی. و به این سرعت پادشاه از دربارش تا اینا رفتن فرار کنه و بیچاره یزدگرد. این ضعف اونم اثرش بود که سپه سالارش در یمن میاد تبلیغ اسلام میپذیره، مسلمون میشه. همونجا هم البته اون رو مادام العمر، یعنی هر جا مسلمان ها میرفتن کاری به فرهنگ و تشکیلات اینا نداشتن، همون کسی که رئیس بود رئیس میشد، منتها تو قرارشون میذاشتن که اگه مردم شکایت کنن حاکمیت اسلامی رسیدگی میکنه. همین سبب میشد که طرف هر کی حاکمه مراقب مردم باشه که شکایت نکنن، ولی مادام که شکایت نمیشد همون هم حاکم بود. و به این ترتیب و بعدم اجبار نبود که همه مسلمان شدن، هر کم نمیشد نمیشد، اما همون میشد که مثلا باید مالیات مخصوصش بده و از این قبیل. ولی ذا مسلمون شدنشون تحقیق اخیر نشون میده که چندین قرن طول کشید تا مردم رفته رفته مسلمون شدن، اما اوائل اجبار نداشتن مسلمون شدن، اما قبول میکردن، که قبول صلح میکردن، یعنی اینکه حالا هر کیشون مسلمان میشد هر کیشون نمیشد نمیشد، ولی قبول این که تابع به اصطلاح این ضوابط مورد توافق طرفین میشد. من اینو مختصرتر در جلسات، البته اون موقع زوم نبود، در جلسات گفتم براتون که در سوریه چه پیش اومد، در مصر چه پیش اومد، اینا رو یه مقداری گفتم. در روم و ایران هم دلم میخواد یه موقعی مفصلتر اینا رو بیان کنم، اما مطمئنم که شما البته به اندازه کافی خوندید و شنیدید که اصول جنگ ها چگونه بود. اون رو بهش میگفتن جرف اونوز مسلمان ها ادالت، ولی اینکه برن و یک قدرت رو تحت حمایه خودشون کنن، این چیزی نبود که اینو مثلا خارجیت ادالت برن. تو تفکر لیبرالیستی قرن 21 نبودن، ضمن اینکه این تفکر لیبرالیستی هم هیچ جایی امروز عمل نمیشه. ایران بالا میشه میره حمایتی تو سوریه میجنگه، چون خیال میکنه قدرت داره و نمیدونه که وقتی قراره بره با داعش بجنگه هیچ نمیگن اجازه میدن بره. وقتی کشته ها رو داد به عنوان دفاع از زهرم، بلکه تموم شد بیرونش میکنه، یعنی ردش میکنه، قشنگ قدرت رو میستن ردش میکنه. و بشار اسد هم یه روزی همه خواهیم دید که از زیر با همون رو میسنده، چون بهش اسلحه میدن، هواپیما میدن، پول میدن، اونا هم اینا رو احتیاج داره، اینجا هم که محاصره اقتصادی کردن ندارن دیگه بدن. لذا ببینید همین که احساس قدرت میکنه میره تو عراق میجنگه. خب این یک نوع به اصطلاح کاری که هنوز هم داره تو کشورها، از غرب، از آمریکا، از اروپا، از روسیه، از چین، همه دارن اجرا میکنن. ولذا تفسیر این که اصلا جنگ نکنیم، این یه چیز جدیدیست که بحث مستقلیست که اصلا باید ببینیم چقدر عملیست که انجام شده و چطور میتونه معیار عدالت باشه یا نه. خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت جناب استاد صادقی تهرانی و بقیه دوستان. ارزم خدمتتون در رابطه با این بحثی که مطرح شد، من اینجوری برداشت میکنم از قضیه در واقع ولایت حضرت علی و این حدیثی که گفته شد که حضرت پیغمبر فرمودن به علی که تو شایسته این ولایت هستی، اگر مردم اومدن سراغت تو بپذیر و اگر نه رهاش کن. من فکر میکنم که اینجا قضیه یه ذره باید نظرم روشن‌تر بشه، مثلا شما سوالی که سرکار خانم فرمودن،
مردم وظیفه‌شون این هست که در واقع ولایت حضرت علی رو بپذیرن. درسته حالا حاکم ممکنه ابوبکر باشه، ولی در واقع از نظر مؤمنین بنابر دستوری که پیغمبر فرمودن که حضرت علی شایسته ترینه، بنابراین اون مؤمنینی که اون زمان بودن باید به دستور پیغمبر رفتار میکردن، کمان که کردن. خب مثل جناب سلمان، یعنی اونها باید ولایت حضرت علی رو میپذیرفتن، ولایت در واقع معنوی، ولایتی که مثلا به عنوان این که رهبر اصلی امت اسلام در واقع حضرت علی قبول باید میکردن اینو، درستش این بود و کمان که خب همشون میکردن. حالا حاکم ممکنه یکی یه نفر دیگه باشه، و حالا حتی من برداشتم اینه که توی مثلا خیلی از جنگایی که زمان عمر شد یا فتوحاتی که شد لزوما حضرت علی هم موافق نبودن، چون خیلی وقتا من تو تاریخم دیدم یه مقداری ظلم هم شده به اون مردم، ولی نمیشه گفت لزوما حضرت علی با همه اینا موافق بودن. بنابراین به نظر من برداشت من اینه که مسلمانانی که اون زمان بودن، حالا یا همین الان هم حالا ادامهش اگه بخوایم در نظر بگیریم، باید ولایت ائمه رو قبول میکردن که اینا ولایت معنوی دارن. حالا حاکم یکی نفر دیگه است، لزوما نه اینکه که مثلا حالا بگیم هر کاری حاکم میکنه درست باشه دیگه، این در واقع بحث منتفی میشه. ولایت اصلی با ائمه است. حالا چون اون موقع اومدن زمان ابوبکر اومدن قبول نکن رفتن سراغ ابوبکر، خب حضرت خلافت رها کردن، ولی زمان بعد از عثمان مردم اومدن سراغ حضرت علی، در واقع دیگه حضرت بنابر سفارش از پیغمبر دیگه اینو قبول کرد. ولی مسئولیت از جانب مردم سلب نمیشه، مردم همیشه طبق سفارشی که حضرت پیغمبر فرمودن در واقع ولی اصلیشون همون حضرت علی بودن. من برداشتم اینه، اگه حالا نمیدونم داخل اتفاقا مطلب همین بود، یعنی همین به نظر من برداشت بسیار درستی است، بعد برداشت منم هم همین است. ببینید وقتی پیامبر اینو گفت من کنت مولا فعلیون مولا، آیا پیامبر در مدینه مولا نبود؟ بله بله، پیامبر در مدینه مولا حساب نمیشد. در مکه 13 سال در مدینه وقتی اومد، تا یه 2 سال اول که ایشون به اصطلاح به حساب امیر نبود، ولی پیامبر بود و مولا بود. مولا یعنی کسی که از شاه تا آخرین نفر مملکت یه مدل برای رفتار دارن، حالا هر کی تو مسئولیت خودشه، ولی و در شرایط خودش، و هیچ اون اصلا مسئله خلافت به معنی زعیم جامعه اسلامی این چیزی نیست که شما توقع داشته باشی که مگه همه پیغمبرها که اومدن زعامت داشتن، ولی همه ولی مسلمان ها بودن، همه شون بودن، اما چندشون به قدرت ظاهری رسیدن و اصلا این براشون مسئله نبود. ما توقع داریم، امروز هم توقع داریم، همیشه توقع داریم که به عنوان یک مسلمان مدل رفتاری داریم. حالا هر پستی که داریم، داریم هر کی هستیم، مردم جمع میشن ما رو نماینده مجلس میکنن، مردم جمع میشن ما رو رئیس جمهور میکنن، رهبر که نمیتونن میکنن، ولی آره چون بابامون ما رو به صدا قوم نفرستاد، ولی بقیه که میشه. خب حالا شدیم چی؟ یعنی جای از تعلیل گرفتیم؟ نه، ما باید مولا داشته باشیم. بله، و اصلا همینه اون نقطه مشترکی که میگم در تمام این بحث ها هست، همینه که شیعه و سنی علی رو یا واقعا یک اسوه میدانن، چه در عمل نشون داد چه در کلام پیامبر. اما شیعه و سنی واقعا چقدر این اسوه رو ازش استفاده کردن؟ That is the question. اینو من گذاشتم به اصطلاح انصاف شما شنوندگان عزیز که واقعا چقدر مثلا ببینیم اینا از علی بیشتر نقل میکنن تو اینجور مسائل، نه مسائل فقهی که حالا نداره از علی اونطور، ولی مسائل
اخلاقی اجتماعی حقوق مردم یا از مثلا ابو هریره، یا از امر آس، یا از امر آس، یا ببینید کدوم ها مال کدوم ها، ما چی، ما کدومشو داریم میریم؟ ببینید این این آره این است که مهمه. و لذا دو منبع بزرگی که کمک هم میتونن بیان تا ما سنت رو بفهمیم، شعور فهم قرآن رو پیدا کنیم و به اصطلاح مدل اخلاقی و اجتماعی اسلام رو بتونیم امروز به روز بتونیم با روز بتونیم تطبیقش بدیم، این منبع سرش می جنگیم ولی بهش توجه نمی کنیم. من دو بار اینو من بگم و تمام کنم، دو بار سه بار در سالهای مختلف بعد از انقلاب که به ایران رفتم، چون عید می رفتم می خوردم، یعنی بعد از عید می رفتم می خوردم به نمایشگاه کتاب و عقب کتاب حضرت نامه علی به مالک اشتر که تماممون قبل از انقلاب داشتیم. باور کنید خدا شاهد نیافت. و بعد بار دوم سوم می گفتم ممنوع تکثیره، به طرف گفتم شما نداریم ممنوع تکثیره، یوی طرف جا می خورد نه آقا ما نداریم. آره ولی ندیدم ندیدم، من فکر نمی کنم نسل جدید اصلا دیده باشه. چرا؟ چون آخه اینو بخونه یه ذره می سنجن. و اما همین روزها ببینید تو همین عید قدیر گوش بدید به این مدعی ها که به راجب علی چی اصلا میگه با هر وقت خدا بود علی بود، روش نمیشه بگه قبل از خدا هم علی بود و الان می بود. ببینید یعنی واسه هیچ سینه می زنه ولی مغز بهش نمی. و این آیا بهره برداری از، یعنی چوبشو میخوره ولی کرهشو دست نمیزنه. خلاصه این چیزی بود که من گفتم از نیتم از این بحث امروز و اینکه انصاف که ببینیم حالا کدوم شیعه تریم. من واقعا برام سخته ببینم بگم شیعه تره یا سنی، و چون این یه بررسی دقیق میخواد که من نکنم. من در واقع منظورم این هست که همینجوری که شما فرمودید ولایت در واقع حضرت علی و ائمه، حالا برخلاف اون چیزی سرکار خانم فرمودن، به نظر من در واقع از طرف خدا تعیین شده، یعنی خدا ایشون رو تعیین کرده با توجه به همین حدیثی که از حضرت پیغمبر فرمودید. اما حالا این که مردم اقبال نشون بدن و بیان، اون دیگه در واقع به شرایط محیط برمیگرده. در زمان ابوبکر نیومدن مردم، خب پس حضرت براشون واجب نشد، ولی در زمان عثمان اومدن حضرت براشون واجب شد. ولی برای مسلمانان واجب هست که در واقع با توجه به همین حدیث پیامبر از این ولایت ائمه پیروی کنند. خیلی ممنون.